ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفته ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، هتک دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم بر او پا در رکاب، تا نبیند دشمنت هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاه صف به صف. خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاک تو گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. آغازین کلام خداوندگار زبان پارسی در کتاب منزه خود شاهنامه فردوسی این است: به نام خداوند به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و من آریا باقری، چون هر بار به اتفاق کارگردان فنی برنامه آقای روزبه نازنین برنامه امروز گنجینه خرد را که یک برنامه خردگرایی و خرافه‌زدایی است، با این کلام خدایگونه استاد حکیم ابوالقاسم فردوسی آغاز و مهرامیزترین درودها را به بینندگان ارجمند این برنامه پیشکش می نماییم. و چون ایرانیان ایرانیار بالا بلندترین درودهای خود را تقدیم همه جانباختگان در راه میهن، به ویژه پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی که از نخستین سحرگاهی که دزدان انیرانی با فریب و نیرنگ حکومت را به دست گرفتن، گروه گروه به بهانه‌های واهی به جوخه‌های اعدام فلسطینی و سوریه‌ای و لبنانی و مجاهد خلق، توده‌ای، چریک فدایی خلق، تاریک فکران سیاسی سپرده شدند و سینه‌های فراخشان
آماج گلوله های این رزلان این ایرانی واقع و قلب عاشق ایرانشان پاره پاره و خون پاکشان سرزمین ما را گلگون و گلباران کرد. یاد و نام فرد فردشان تا جاودانه جاودانه ها جاوید و پاینده باد. درود به بینندگان ارجمند. امروز به دلیل اینکه روز بسیار بسیار مهمی است در تاریخ ایران برای فردا و پس فردا، که فردا میدونید در گذشت شاهنشاه رضا شاه کبیر و روز پنجم در گذشت شاهنشاه آریامه هست، اینه که امروز ضمن اینکه برنامه رو بیشتر به این جنبه به حساب تخصیص دادیم و ضمناً از ساعت 10 صبح دو تا میهمان بسیار بسیار ارزشمند و نازنین دارم که در مورد یک مطلب بسیار مهمی که این روزها در همه جا صحبت از اون میشه، من از دو تا کارشناس نازنین درخواست کردم که از ساعت 9:30 در خدمتشون هستم و به مدت 1 ساعت با بینندگان ارجمند صحبت میکنن. ولی همین گونه که عرض کردم، امروز و فردا، یعنی ببخشید فردا و پس فردا، دو روز بسیار بسیار مهم تاریخی است که در گذشت این دو خداوندگار ایرانه، به نظر من البته. حالا خیلی ها با این نظر مخالفن، ولی اصلا به قول بچه ها میگن who cares، ولی من میخوام بگم که اگر انسان هستیم، اگر که ایرانی هستیم، اگر ایرانی ایرانی نژاد هستیم، یعنی تخم عرب نیستیم و یا تخم آخون نیستیم و غیره، باید که به این دوتا بزرگوار نازنینمون احترام بذاریم و یادشون رو همیشه گرامی بداریم. نه این دوتا، تمام کسانی که در تاریخ ما نقش سازندگی ایران رو داشت. میدونید که رضا شاه کبیر کسی بود که واقعا نقش سازندگی بسیار بسیار درخشانی رو در ایران ایفا کرد. من الان منتظر یه تلفنم از آلمان، از سر آرام آقای قلی‌پورن، ببخشید، از قاهره دارن زنگ میزنن، دقیقا سر مزار اعلیحضرت شاهنشاه آریامه. جناب قلی‌پور درود به شما و بسیار بسیار خوشحالم که از اون مکان مقدس، از کعبه آمال ما ایرانی ها دارید صحبت میکنید. درود بر شما جناب آقای، درود به همه مهمانان داخل خارج. من خیلی خوشحالم که در این 3 سالی که در مصر این گرفتاری بود، من با کمک همرزم مبارزم و پهلوی دوستم جناب آقای روحانی تونستیم حساله مراسم بسیار با شکوهی در سر مزار پادشاه پدر ایران زمین برگزار کنیم. جناب باقری، باور کنید الان تو این دوستانی که ما اینجا هستیم اتفاقات بسیار جالبی افتاد و جوانایی که اصلا در این نظام به دنیا آمده بودن نمیدونید با چه علاقه خودشون رو رسونده بودن اونجا و چه عزا اکرام میکنن و چه عشقی میکنن. در صورت خوشبختانه امروز تعدادی از پرستانمون هستن و بازم در بعضی هاشون در حال اومدن هستن. جالب اینی که به ما اطلاع دارن که از طرف اساتید دانشگاه دانشجوهای سراسر کشور می به دوستان من که اومدن اینجا فرمون دادن که حتما برای روح بزرگ رضاشاه بزرگ و شاهنشاه آریامه سبد گل بسیار زیبای نثار بخونین. و جالبتر از اون که از طرف مردم قهرمان کردستان، این هم پرستانی که واقعا میدین در تمام طول تاریخ همیشه وطنشون رو دوستی داشتن، همچنین سفارش گل داده بودن و بعد الان از طرف نمایندگی در طرف مردم کردستان که از دوست همراز من بسیار که بچه بوشهر هم هستش، اونم از طرف مردم کردستان و حتی یه خلبان قهرمان که از طرف مردم شیراز هست، از طرف تمام خلبانان حسیش شاهنشاهی اینجا هستش و این برنامه رو انجام میده. جالب تر از این که همین بازاری هایی که سرسر ایران که به اصطلاح گول خورده بودن یا به هر دلایلی که رفت به پروفوس این جلاد خونی میده پسخون دادن به اشخاصی که به اصطلاح اروپا هستن که ما اشتباه بزرگی کردیم، حتما در روز سرگرد
پادشاهان ایرانی سفرده گلی از طرف ما ارائه بدیم. و بعد هم جالبتر از اون من به من اطلاع دادن که از رفته رد بالای سپاه پاسداران هم همینطور، چون وقتی که این منطقه رو دیدن که به این اوضاع واسطه یاد عظمت ارتش شاهنشاهی گذاشته افتادن که کسی جرأت نفس کشتن نداشته. در صورت نمیدونیم که من چه شوره حالی دارم با همراز عزیزم جازوهانی، اصلا خودمو نمیدونم، کارم همش گریه است. چون وقتی که میبینم این جوانایی که از ایران میان، از کشورهای مختلف میان و اصلا دوران پاشوکوه شاهنشاهی پهلوی لندن با این علاقه، واقعا منو تکون میده. در صورت فیلم مراسم فردا از ساعت 2 تا ساعت 4 مراسم برگزار میشه و بعد هم با همت همین دوستان هم تازگل های نثار بزرگ مرد مصر فدید سادات خواهیم بود و ادای احترام که از طرف همه میان پرستان داخل خارج و فیلمش هم تهیه خواهد شد و براتون خواهیم فرستاد. در صورت چرا باقری؟ چون همه عاشقان خاندان پهلوی اینجا خالی هستش و من و دوستم عزیزم رزم عزیزم به نمایندگی از طرف همه میان پرستان از تمام عاشقان پهلوی این وزیزه ملی میانی رو در این سالهایی که در اینجا خیلی به هم ریخته بود و الان خوشبختانه باز داره بهتر میشه و مردم دارن فراگیر میشن به اومدن و امیدواریم هر چه زودتر اولی عزت عزیزمون رو در ظاهره ببینیم. به هر صورت من الان اینقدر احساساتی شدم که همینطور تونتون صحبت میکنم. بسیار زیبا، نه خیلی عالیه جناب قلی‌پور. میشه که اولا لطف بفرمایید الان ساعت چنده در قاهره؟ من اینجا ساعت 6:10 به وقت قاهره هستش که ما الان تو این دو روز مطبعه رو بسیار زیبا درست کردیم و ساعت 7 به وقت قاهره هم اونجا افطار که میشه. ما بعد بریم آرامگاه چون گلا رو میارم، بعد برنامه رو واسه فردا آماده بکنیم. ببخشید جناب قلی‌پور، فردا که چهارمه، روز درگذشت اعلیحضرت رضا شاه. بله، فردا روز مراسم رو در روز چهارم و شب پنجم برگزار خواهیم کرد. میدونید درست اینجا مثل پس برداشت اینجا عید هست، این حساب میده. ما تصویر گرفتیم که سازود درگذاشت رضا شاه بزرگ و شب درگذاشت پادشاه عزیزمون رو برگزار بکنیم و باور کنید چرا به باوری نمیدونیم. وقتی که من و همرازان عزیزمون که اونجا میریم سر مزار پادشاه، اصلا میریم چه احساسی داریم، چه آرامشی داریم و واقعا مقبرم اینقدر با تمثار علیحضرت شاهنشاه ایرانی رضا شاه بزرگ و والحضرت لیلا عزیزمون و والحضرت شاپور علیرضا عزیزمون آراسته شده و فیلمش هم خواهیم دید و خیلی خوشحالم که ما سربازهای واقعی ایران تونستیم که به نمایندگی از طرف همه عاشقان داخل و خارج این وظیفه ملی میانی رو به نفع اثر انجام بدیم. من جناب قلی‌پور نازنین، دست شما را و دست اون جناب روحانی نازنین هم رزم شما رو میبوسم و بسیار خوشحالم و این خبر مسرت بخشم به من دادید که از امسال هر سال یک سبد گل یا یک تاج گل هم از طرف من کوچولو و کوچیک به تقدیم خاک پای اعلیحضرت میشه. صد در صد و من هم شما ممنون هستم که این وقت رو من دادیم که از طرق از سر مزار پادشاه به تمام عاشقان خاندان پهلوی این گزارش رو به عرضشون برسونم. در صد بیشتر از این مزاحم نمیشم، امری بود در خدمتتون هستم. سپاسگزار از بزرگواریتون. من از طرف خودم و مدیریت تلویزیون و همه عزیزانی که در اینجا برنامه دارن و میدونم که همه عاشق ایران و عاشق پهلوی ها هستن، من این روز واقعا بسیار غم انگیز رو حضور شهبانو و شاهزاده رضا پهلوی و تمام خاندان بزرگ پهلوی تسلیت عرض میکنم و بقای عمر و سلامتی همشون رو آرزو میکنیم و واقعا دیگه نمیدونم چی بگم، فقط یعنی یه خود دیگه بخوام حرف بزنم بغضم میتره که بنابراین صورت نازنین شما رو میبوسم، سپاسگزاری میکنم از همه محبت شما. از طرف من سنگ مزار اون مرد بزرگ ایران رو حتما ببوسید.
جناب آقایی به تمام مقدسات من با این دوستم تا این مدت کارمون همیشه بوسیدن سنگ چون همه ایرانی ها به ما سفارش دادن وقتی که رفتیم اونجا این مقبره ها ببوسیم با این وظیفه را انجام درست خیلی ممنونم برای شما روزی سلامتی و تندرستی دارم زنده و جاوید با سفه بلاوی پاینده با ایران برای همه مردم ایران چه داخل چه خارج آرزوی سلامتی و پیروزی به امید اون دوستای طلایی. خیلی متشکرم. آرزوی هممونه. سپاسگزار از شما. مرسی. خدا نگهدار. خدا. جناب قلی‌پور بودن از قاهره از مسجد الرفاهی صحبت می‌کردن دقیقاً بر سر مزار شاهنشاه آریامه. عرضم بزرگتون که همینطور که خدمتتون عرض کردم ما قبل از اینکه 9 و نیم بشه و میهمانان ارجمندمون رو دعوت کنیم که تشریف بیارن در روی پرده تلویزیون بله و من در خدمتشون باشم در مورد یک بحث بسیار مهم روز صحبت میکنیم، اجازه بدید که من یک گوشه های از رضا شاه کبیر و شاهنشاه آریامهرم بعد از مصاحبه با این دوتا نازنین گل بعد از یعنی از ساعت 10:30 به بعد در خدمتتون هستم. من خدمات شاهنشاه رضا شاه کبیر بسیار بسیار زیاده، ولی اجازه بدید که یک مطلب بسیار بسیار مهمش رو براتون عرض کنم و بخونم. خواهش میکنم توجه کنید ولی گریه نکنید، فقط یادتون باشه که چه عزیزانی رو ما با چه وضع فجیعی از ایران راندیم. مرگ بر کسانی که تا این کارها رو یعنی چه دولت و چه اون مردمی آخون صفت و تودهی و مجاهد و غیره و غیره و غیره که باعث رنجش اینا شدن. میگه در روز ششم خرداد سال 1303 یعنی دقیقا 90 سال قبل سردار سپه رضاخان به بدرقه نخستین گروه 50 نفره از ایرانیان برای کسب آموزش و تحصیل که روانه فرانسه می شدن تا مهرآباد آمد. رضا شاه کبیر رو میگه. در واپسین لحظه های بدرود سردار ایرانساز رو به فرزندان ایران که روانه فرنگ می شدن سخنانی ایراد نمود که به راستی خواندن و درک آن هر وجدانی را به لرزه می افکن. اگر می بینید که لرزش در صدامه قبول کنید که چرا هست. او هنوز پادشاه نیست، یک فرمانده ارتش است، از قدرت‌های اجرایی آنچنانی برخوردار نیست و به گفته بسیاری از چاروادارهای دانشگاه دیده دیروز و امروزمان کسی بود که سواد نداشت، اما گوهری در دل داشت که اگر جنازه همه بازرگانها، سنجابیها، یزدیها، حکاکها، نراقیها، شریعتیها، آل احمدها، سید علویها، صادق چوبکها و 35 تن از این خائنین رو من اینجا اسامیشون رو دارم که در فرصت‌های دیگه خدمتتون میخونم، مثل ابوالحسن بنی سعد قدزاده، علی اصغر حادثه جوادی، احمد حادثه جوادی، اسدالله مبشری، مسعود رجوی، خیابانی، رفسنجانی، سنجابی، صحابی و غیره و غیره که بعداً براتون میخونم. همشون از لجنها و کسافت‌هایی بودن که در ایران زندگی میکرد و همه آنها که از قبل آن مرد بزرگ با سواد و دانشگاه و فرنگ رفتن خود میبالیدند به سواد و دانشگاه و فرنگ رفتن خود میبالیدند روی هم انباشته کنیم باز و اندازه ارزنی یارایی سنجش را ندارند. او با همه بهتانهایی که این بی بوته های بیگانه پرست نثارش کردن که سرسپرده انگلیسی هاست طبیعی می نمود که می بایست فرزندان ایرانی را برای آموزش به انگلستان می فرستاد، چون این لجنای کثافت می گفتن که این رضا شاه سرسپرده انگلیسه، پس باید دانشجوهای ایرانی رو می فرستاد به لندن به انگلیس، ولی این کار رو نکرد به دلیلی که ضد دولت
کثافت انگلیس بود، در حالی که با آگاهی و در دشمنی آشکار با انگل‌های ساکسونی کشور همسایه آنها را برای آموزش فرزندان ایرانی برگزید و این داغ را بر دل انگلیسی ها نهاد و تا مادامی که زنده بود حتی یک فشنگ از آنها برای ارتش خریداری نکرد. این کسی بوده که میگن سرسپرده انگلیس بود، ولی حالا آخوندا هم سرسپرده انگلیسن، هم سرسپرده روسن، هم سرسپرده آمریکان، هم سرسپرده فلسطینن و تمام خریداشون رو از اینا میکنن. میلیاردها دلار رو فقط به روسیه دادن برای راکتور اتمی و هرگز هم راه نیفتاد، هرگز هم راه نخواهد افتاد. حالا ببینید که در این سخنرانی این مرد بزرگ رضا شاه بزرگ چی گفته. گفته فرزندان رشیدم، امروز یکی از بهترین ایام تاریخی دوره حیات شما و ارتش به شمار میرود. دولت شما را برای تحصیل به سرزمینی میفرستد که علاوه بر دارا بودن نظم و معظمترین ارتش عالم، از نقطه نظر عرق ملیت، حس فداکاری، پرستش و پاسبانی وطن، عملیات خود را سرمشق سایر ممالک قرار دادن و در راه استقلال و تمامیت خیش در همین جنگ بین المللی اخیر با دادن هزاران قربانی حق حیات و موجودیت خود را در یک مرتبه دیگر به عالم اثبات نمود. اینا سخنانیست که اعلی حضرت رضا شاه کبیر در اون موقع که هنوز سردار بود، سردار هم به حساب سردار سپه بودن، هنوز به پادشاهی نرسیده بودن. شما در آن محیط که موظف به تکمیل معلومات علمی و فنی خود هستید، باید قوای دماغی و روحی خیش را نیز تنویر داده و از همون احساسات عالیه و فناناپذیر به ارمغان بیاورید. شما نباید تصور کنید که اعزام 50 نفر صاحب منصب تحصیلی به اروپا برای دولت به رایگان تمام شده است، بلکه به خاطر بیاورید که تا چندی پیش دولت حتی برای جمع‌آوری 50 نفر سرباز برای جلوگیری از کوچکترین سرقت‌های پشت دروازه شهر ناتوان بود. زمان قاجارهای لجن رو میگه. فقط در نتیجه عملیات دلیرانه و فداکاری شما بود که در اندک مدتی ارتش جوانبخت ایران نخستین وظیفه خود را که عبارت از قطع ریشه شرارت کهنسال، استقرار امنیت و انقیاد ایلات بود انجام داد و اینک در صدد تکمیل تشکیلات برآمده و شما را به انجام این مأموریت معین و نامزد کرده است. فرزندان عزیزم، اینا فرمایشات رضا شاه کبیر در اعزام 50 دانشجو نظامی به فرانسه. فرزندان عزیزم، البته می دانید که مملکت ما فاقد وسائل مولد ثروت از قبیل راه آهن، کارخانه و غیره بوده و یگان محل عایدات ما منحصر به منابع زراعتی است. این وجوهی که دولت برای مخارج مسافرت و دوره تحصیل شما می پردازد، نه از قرضهای کمرشکن که سابقاً به همین عنوان از خارج به عمل می آمد. پادشاهان قاجار میگه که وام می گرفتن از انگلیس، می رفتن فرانسه و انگلیس خانوم بازی. دوره تحصیل شما این وجوهی که دولت برای مخارج مسافرت و دوره تحصیل شما میپردازد، نه از قرضهای کمرشکن که سابقا به همین عنوان از خارجه به عمل میآمد و صرف لهب و لعب و هوسرانی عده معدودی میگردید فراهم شده است، بلکه از قیمت گندم و جو حاصل دسترنج زارعین این طبقه زحمتکش و رنجبر ایرانی تهیه گردیده است. پس باید همیشه به خاطر بیاورید که برای فراهم نمودن هر یک قران آن زارعین غیرتمند ایرانی، روزهای متمادی، دقایق عمر عزیز خود را در مقابل اشعه سوزان آفتاب صرف زیر و رو کردن زمین و کشت و زر نمودن.
اینک برزگران ایرانی ثمره سعی و عمل خود را به شما میدهند که در مقابل بدون فوت یک دقیقه از وقت با کمال جدیت به تحصیل و تکمیل معلومات نظامی پرداخته و با یک توشه و سرمایه بزرگ علمی به وطن مراجعه نمایید و با تمام قوا و معلومات خود به نگاهبانی و حراست جان و مال و ناموس آنها اشتغال ورزید. بروید بروید، شما را به خداوند بزرگ می سپارند. سردار که گفت همه گریستند، اشک ها سرانجام بغض سردار را نیز شکست و اشک از چشمانش سرازیر شد. آنها را جداگانه در آغوش گرفت و راهیشان نبود. میگن رضا شاه بسیار مرد قدرتمندی بوده، هرگز کسی اشکشو ندیده، ولی در مواقع بسیار حساس اشک این مرد بزرگ رو دیدن. دوباره میخونم این تیکه را. سردار که گفت همه گریستن، همه دانشجوها، اشک ها سرانجام بغض سردار را نیز شکست و اشک از چشمانش سرازیر شد. آنها را جداگانه در آغوش گرفت و راهیشان نمود. در راه بازگشت به همراهانش گفت این یک قدم بزرگ اصلاحی بود و اگر این اشرار و گردن بندها و این سیاست بازان شهرها بگذارند تا فرزندان من مانند این 50 نفر به اروپا بروند، آن وقت آن مملکتی که من میخواهم درست میشود. این شخصیت رضا شاه بود در جایی که رئیس جمهور میمون رفت در خلیج فارس، در دبی یا نمیدونم در عربستان در کجا، زیر پرچم خلیج العربی رفت نشست، با اون خیکی متکا عکس گرفتن، یعنی تایید کردن خلیج العربی رو. این رضا شاه بود برای مملکت، در حالی که دولت لجن فعلی آخوندها 40% از از 50% دریای خزر رو که ما داشتیم 40% رو بخشیدن از بیلیاقتیشون. و این رضا شاه بود در حالی که شیخ دبی بود، مثل این که وقتی میخواست بیاد دیدن رئیس جمهور میمون با دمپایی که میره مسترا با اون اومد دیدنش، بدون جوراب و هم با دمپایی. ولی وقتی میخواستن بیان دیدن شاهنشاه آریامه یه هفته باید یه ماه وقت میگرفتن، یه هفته پشت در میموندن، 4 ساعت تو اتاق انتظار میشستن، بعدم با تعظیم میمدن تا سر مثلا جلوی دست اعلی حضرت شاهنشاه آریامه. برجد این یه گوشه بود براتون خوندم دیگه، مثل این که یواش یواش داریم نزدیک میشیم به ساعت 9:30. من حتما مطالب بسیار ارزنده دیگری دارم که خدمتون اعلام میکنم. میمانان ارجمند نازنین من، امروز میدونید که این روزا در مورد یک کلامی رو میشنوید زیاد به نام رنسانس ایرانی یا دوره نوزایی فرهنگ غنی ایران باستان. در خیلی از تلویزیون ها صحبت هست، در خیلی از روزنامه ها، در سایت ها هست، ولی یک گروه بسیار جوان و بسیار نازنین شروع کردن این کار رو و در تلویزیون پارس با جناب آقای میبودی برنامه دارن و خب نقل همه محافله. من ازشون استدعا کردم که امروز افتخار بدن در برنامه من شرکت کنن، که من خدمتون میگم کیا هستن. اول خانم دکتر مهران ملکی، تاریخ نگار و پژوهشگر تاریخ معاصر 200 سال اخیر رو بررسی میکنن و یکی از واقعا بی‌غرض‌ترین و پاکترین و صادق‌ترین تاریخ نویسایی هستند که در حال حاضر وجود دارن. دوم آقای شاهین نژاد هستند، یکی از مهندسین برجسته نفت
که الان وقتی که تصویرشون اومد یه به حساب اطلاعات کوچولویی راجع به جناب شاهین نژاد خدمتتون میدم، ولی خانم دکتر مهران ملکی که گل سرسبد ما هستن و میشناسین، آماده ایم که الان تصویر نازنینان میاد روی صفحه، من خدمتتون عرض ادب میکنم و برنامه رو دنبال خواهیم کرد. خانم مهران ملکی نازنین، درود به شما و با افتخار به خودم میبالم که میهمان بدین ارجمندی دارم. من خدمت بینندگان ارجمندمون عرض کردم، خانم دکتر مهران ملکی تاریخ نگار، وقایع نگار و پژوهشگر تاریخ در 200 سال اخیر ایران هستند و یکی از صادق ترین و بی‌غرض ترین تاریخ نویسان و تاریخ نگاران ایرانی هستند که میهمان برنامه هستند. من خدمتتون عرض ادب میکنم. درود بر شما آقای باقری، لطف داریم خیلی به من، مرسی، خیلی ممنون. سپاس. درود به آقای مهندس نژاد و درود به همه میهنانم در هر کجایی که صدا و تصویر ما رو میبینم و میشنوم. سپاسگزارم. بعد مهمان دیگر برنامه جناب آقای مهندس شاهین نژاد، فارغ التحصیل رشته مهندسی نفت از ایران. خانم مهران ملکی رو، خانم دکتر رو دیگه معرفی نمی کنم، چون همه با ایشون سال هاست، بیشتر از 10-15 ساله که روی رادیو تلویزیون ها برنامه دارن و دیگه فکر کنم نیازی به معرفی ایشون نیست. جناب شاهین نژاد هم خب همینطور، ولی روی تلویزیون ما کم تشریف آوردن. اینه که من یه کوچیک در مورد ایشون عرض میکنم. جناب مهندس شاهین نژاد فارغ التحصیل رشته مهندسی نفت از ایران، مدت 5 سال عضو هیئت علمی دانشگاه در تهران، از سن 29 سالگی به خارج از کشور عزیمت فرمودن و در حال حاضر در رشته خصوصی خودشون که همون مهندسی نفت و کارشناسی نفت هست خدمت میکنن و درباره تاریخ باستان ایران و به ویژه شاهنامه فردوسی کتاب و سلسله مقالاتی نوشتن که مورد توجه عموم واقع شده. جناب مهندس درود عرض میکنم خدمتون، بسیار سپاسگزارم که به برنامه ما تشریف آوردید. درود بر شما جناب باقری ارجمند، همچنین درود به خانم دکتر ملکی و هم‌میهنانی که در این لحظه با ما هستند. در مورد شاهنامه و تاریخ ایران باستان امیدوارم که یک شاگرد کوچک باشم، اگر ما شاگردم باشیم خیلی کار بزرگی است. و همچنین آنچه که در مورد خانم ملکی گفتید واقعا حق مطلب رو ادا کردید. ایشون در مورد تاریخ معاصر به ویژه تاریخ دو سه قرن گذشته ما یکی از بهترین و یکی از صمیمیترین و سالمترین تاریخ پژوهان ما هستند. بسیار سپاسگزارم. خیر مقدم میگم، من اینجا براتون فرش گل قرمز پیدا پهن کردم ولی پیدا نیست، ببخشید. انشالله دفعه دیگه یه کاری میکنیم که زمینم بهتون نشون بدیم. عرضم بزرگتون که خانم دکتر نازنین، من شما که سرور من هستین و میدونین چه ارادت عجیبی خدمت شما دارم، اولین سوال از شما میکنم. این روزا کلمه رنسانس رو ما زیاد میشنویم، خیلی ها مثل من دهاتی زیاد وارد نیستن. من دلم میخواد که شما با اون بیان شیوا و زیباتون یک توضیح کوچولو اول بدین، اصلا رنسانس چیه و کاری که شما دارین میکنین چی هست. من در خدمت شما هستم که به بینندگان ارجمند ما لطف بفرمایید. خود واژه رنسانس یعنی دوره نوجوانی. صدا خوب میاد؟ بله یک کمی نمیدونم چیز بم صدا چی روز به جان دیگه میدونم نه خوبه، یک کمی بمه ولی فکر کنم که کاملا قابل شنیدنی. بله خود واژه رنسانس یعنی دوره نوزایی. رنسانس در اروپا در واقع یک جنبش مهم فرهنگی بود که آغازگر دورانی از انقلاب علمی، اصلاحات مذهبی و پیشرفت‌های اروپایی، بخشی پیشرفت‌های هنری در اروپا بود که در واقع اروپایی‌ها از تاریخ و فرهنگ گذشته روم و یونان الهام گرفته بودند و
در واقع این جنبش فرهنگی رو در اروپا به راه انداختن و باعث رشد و پیشرفت کشورهای اروپایی شد، بجز اروپای غربی و شمالی. من خیلی مختصر در این ارتباط توضیح دادم. اما رنسانس ایرانی که نظرمون بر رنسانس ایرانی هست و صحبت می‌کنیم دربارش، در واقع نگاهش به تاریخ خود ایران هستش، تاریخ و فرهنگ و مدنیت پر افتخار گذشتمون. ما ارزش‌های بسیار مثبت و درخشانی در تاریخ گذشتمون داریم که از اون ارزش‌ها بهره می‌خوایم بگیریم برای یک رنسانس ایرانی در ایران. و این دستاخیز فرهنگی یا این جنبش مهم فرهنگی حزب یا گروه یا دست سیاسی نیستش، بلکه همونطور که گفتم یک دستاخیز فرهنگی هستش، ولی با این حال میتونه دستاوردهای بزرگ سیاسی با خودش به همراه داشته باشه که سبب تغییرات اساسی در تمام شئون جامعه بشه. درسته. رنسانس ایرانی در واقع در برابر اسلامگرایی و قومگرایی که منظور از قومگرایی همون فدرالیسم هستش نیست، مخالفه با قومگرایی یا فدرالیسم، در اینکه در این باور فدرالیسم ایران رو تکیه‌پاره میکنه و تجزیه میکنه و ما هم خواهان حفظ تمامیت ارضی ایران هستیم. و حضورتون عرض کنم که رنسانس ایرانی همراه با سکولاریسم هستش، یعنی در خودش، در خود رنسانس ایرانی این عنصر جدایی دین از حکومت و همطور قانون گذاری و آموزش و پرورش وجود داره و در واقع رنسانس ایرانی در پی منافع ملت ایران هست نه امت اسلامی. و منافع ملت ایران هم حضورتون هست کنم که قوانین عرفی که به هیچ وجه قوانین شرعی درش دخیل نباشه، قوانین مذهبی هیچ مذهبی درش دخیل نباشه و بهبودی وضع اقتصادی، رفاه و آسایش عمومی و برابری همه آحاد جامعه، یعنی زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان و دینی همه در برابر قانون برابر هستم. بنابراین این یک توضیحاتی بود که من در رابطه با رنسانس ایرانی دارم به صورت مختصر از برای من که کاملا شیرفهم شد. خواهش میکنم. مهندس نجات، خواهش میکنم که در تکمیل مطالبی که من در ارتباط با رنسانس ایرانی گفتم ایشون توضیحاتی بفرمایید. سپاسگزار از جناب مهندس. با کمال میل خیلی ممنون از سخنان خانم ملکی. جناب باقری، اصل قضیه همچنان که گفته شد برمیگرده به این که ما مردمی هستیم که در گام نخست باید بپذیریم که مشکل داریم، گرفتاری داریم. یک بیمار اول باید بپذیره که ناخوشه، برای درمان اقدام کنه. آنچه که به انقلاب اسلامی منجر شد 35 سال پیش نشون داد حتی ایجاد طبقه متوسط، حتی اعزام دانشجو به خارج از کشور، حتی ریشه کن کردن بی سوادی تا حد زیادی در ایران کافی نبود برای اینکه ما ایرانیان بتوانیم با اندیشه درست و با اخلاق درست بهترین تصمیمات فردی و گروه و عمومی رو برای خودمون و برای کشورمون بگیریم. اگر غیر از این بود ما نباید تجربه سال 57 رو می داشتیم. درست. خب اگر بپذیریم که یه همچین مشکلی رو ما داریم که من فکر کنم خیلی ها بهش پرداختن، ما باید یه بازنگری کنیم در داشته هامون، در آن چیزی که با ما همراست و به عنوان یه عنصر ایرانی الان با ما گره خورده. درست. این داشته ها برخیش ذهنیه، در حوزه اندیشه قرار میگیره، میره در حقیقت سراغ اون رویکرد ما به مسائل، ارتباط ما با محیط درونمون، ارتباط ما با دیگر انسان‌ها، آن چیزی که ذهن ما رو می‌سازه، اندیشه ما در حقیقت هویت ما میشه. و از سوی دیگه میره سراغ آن چیزی که ما به نام اخلاق مینامیم، حالا چه اخلاق فردی چه اخلاق ملی، مناسبات اجتماعی رو تحت تاثیر قرار میده.
ما تو این زمین ها گرفتاری داشتیم. اگر گرفتاری نداشتیم 35 سال پیش آنگونه نمیشد و این 35 سال گذشته هم با دستاوردهای کوچک و تقریبا غیر تعیین کننده همراه نبود. ما باید خیلی پیش از این میتوانستیم سرنوشت ملی خودمون رو تغییر بدیم که نتونستیم. آنچه که پیش آمده، آقای باقری بخوام صمیمانه بگیم، اینه که هزاران هزار نفری که در حوزه فعالیت‌های اجتماعی بودن، حوزه فعالیت سیاسی بودن، خانه نشین شدن، دل سرد شدن، بی اعتماد شدن، تو این سالها سر خورده شدن و رفتن، یا اصلا مسئله ایران رو بوسیدن گذاشتن کنار، یا اینکه خودشون بازنشست کردن. مشکل در کجا بود جناب باقری؟ مشکل در این بود که ما با یه سری شعار، که این شعارها شعارهای خوبی بود، ولی درش جان نبود، درش روح نبود، درش طرح و برنامه نبود، میخواستیم بریم به سراغ یک سیستمی، یک نظام فکری، که این نظام فکری یا سیستمی جمهوری اسلامی یک آبشخور اعتقادی دست کم 500 ساله تشیع داشت، حالا اگر هزار خورده ساله اسلامیشو کنار بگذاریم، درسته، در یک آبشخور اعتقادی که به صورت سنت در درون مردم تزریق شده بود. ملت ما صفحی. حتی اونایی که به اسلام به عنوان ایدئولوژی نگاه نمی کردن، به طور سنتی خیلی از این رنگ و بوی اسلامی رو پذیرفته بودن، شده بود برشون سنت ایرانی. خب شما میخواهید با شعارهایی که شعارهای خوبی است، مثل حقوق بشر، مثل جدایی دین از حکومت، مثل داشتن آزادی، بروید به سراغ یک حکومتی که ریشه هاشو توی این بستر دوونده. و طبیعتاً گرچه آنچه که ما میخواهیم خوبه، پسندیده است، جامعه سازه، اما توان رویارویی با جمهوری اسلامی نداره، چون جمهوری اسلامی اولین کاری که کرد این حکومت اسلامی گفت ما رو از حکومت گذشته برد، یعنی در حوزه تبلیغات، در حوزه افکار عمومی با کمال رندی تونست نظام گذشته رو اول شکست بده. وقتی نظام گذشته شکست فکری و اعتقادی خورد، به خاطر اینکه ماشین تبلیغاتش خوب نبود، به خاطر اینکه کسانی که نظریه پرداز بودن نتونستن سرشته کار رو در دست بگیرن، بعد حکومت به طور فیزیکی سقوط کرد، یعنی بهمن 57 شد. بنابراین با همچین سیستم فکری، با همچین سیستم اعتقادی، باید با رویکرد فرهنگی رفت جلو. ما فکر نمی کنیم جز ایرانگرایی و کوشش در جهت خودآگاهی ملی و پررنگ کردن هویت ایرانی، که ما مجموعه اینا رو بهش میگیم متمسک شدن به فرهنگ ایران شهری، ما دستمایه یا سرمایه دیگری داشته باشیم که توان مقابله با آنچه که تو این سالها ما رو به این وضعیت و این زوال رسونده بتونیم بریم. خب پس باید بریم سراغ رویکرد فرهنگی. درست. رویکرد فرهنگی ما چیست؟ خیلی از دوستان آقای باقری، من این مطلب رو بگم و بعد رشته کلام رو به شما و خانم دکتر ملکی میدم. خیلی از دوستان میگن که ایرانگرایی یا پرداختن به ریشه ها یا هویت ایرانی مطلب جدیدی نیست و تو این سال هم خیلی راجعش صحبت کردن. کاملا درسته. تفاوتی که رنسانس ایرانی داره، یا نمیگم تفاوت، تمایزی که داره، چون همه اونا رو باور داره و دقیقاً اونا ابزارشن، درست، اینه که اعتقاد داره جامعه ایرانی باید مدرن باشه. برای مدرن شدن، مدرن شدن کراوات زدن الزاما نیست و حتما لباس شیک پوشیدن نیست، مدرن شدن در فکر و مدرن شدن در رفتار و اخلاق اجتماعی و فردی. برای منظور ما یه سنتی داریم که این سنت برها رنگ و بوی اسلامی داره، رنگ و بوی غیر اسلامی داره، به خاطر تهاجم مغول‌ها و ترک‌ها و اعراب و ازبک‌ها و تاتارها، بالاخره ما ملتی شدیم که پاستی‌ها و ضعف‌های فرهنگی پیدا کردیم. از سوی دیگه ما کوشیدیم تو دست کم 100 سال گذشته مدرنیته غرب و دستاوردهاشو به همون صورتی که هست، که زیبا هم هست، برداریم ببریم ایران و تخمشو در ایران بکاریم و یک نهال بالنده و پویایی ازش شاهد باشیم. ولی نشد. هر دفعه این نهالی که هم جون گرفت خشکش کردن. ما فکر میکنیم ما میتوانیم مدرنیته ایرانی رو با بهره‌گیری از فرهنگ ایران شهری درونزا، درون جامعه ایران شاهد باشیم، کمک کنیم که این مدرنیته ایرانی در ایران رخ بده.
این فرایند رو که ما بهش میگیم رنسانس ایرانی میتواند ما رو به جایی برسونه که غربی ها با راهکارهای خودشون رسیدن، ما با راهکار خودمون برسیم. ارزش ها نزدیک به همه، درست، ولی ما فکر میکنیم با دستمایه ایرانی امکان موفقیت ما خیلی بیشتره. این مختصری بود از تعریف رنسانس ایرانی. بسیار سپاسگزارم از توضیحاتی که دادین. حالا از خانم دکتر نازنین یه سوال خیلی جالب دارم خدمتون، و اون اینه که آیا این اولین باریست که در ایران میخواد یک چنین رنسانسی به عمل بیاد، یا اینکه ما قبلا در ایران چنین رنسانسی رو هرگز حداقل در 200 سال اخیر داشتیم؟ اگر هست شما لطف بفرمایید، با توجه به اینکه میدونید فردا و پس فردا چی هست، چه روز بسیار بزرگی است برای ما ایرانی ها، دیگه شما باز ما در خدمت شما هستیم، توضیحاتون رو گوش بدید. ما در واقع دو بار در تاریخ 200 ساله اخیر یک رنسانس ایرانی رو یک بار داشتیم تجربه میکردیم که متاسفانه از طرف مؤمنین یا دستگاه رهبری شیعه متوقف شد، و یک بار در دوران رضا شاه این رنسانس به ثمر رسید تا حد زیادی. در دوران انقلاب مشروطه در واقع این جنبش فرهنگی یا این رنسانس ایرانی متاسفانه به خاطر این قدرت فوق تصوری که مؤمنین در دوران قاجار داشتن و نفوذی که در این جنبش مشروطه کردن سبب شد که در واقع ممانعت هایی در برابر نوزایی های این جنبش مشروطه ایجاد کنند. به طوری که نمونه قوانین استقرار قوانین عرفی که پایگزاران جنبش مشروطه در مبارزین نگاه تلاش میکردن در ایران برقرار کنند، متاسفانه از سوی ارباب امائن با ممانعت روبرو شد و موفق نشدن. یا تدریس علوم جدید که در دست مکتب‌های دینی بود در کل اصول آموزش پرورش ما، این هم باز با مخالفت و ممانعت همین رهبری شیعه روبرو شد. تأسیس مدارس دخترانه، تأسیس زنان و دختران، اینها همه با مخالفت و جلوگیری معمولی روبرو شد و بسیاری دیگر از خواسته های مشروطه خواهان که واقعا موضوعی های بسیار مهمی بودش، متاسفانه از سوی این دستگاه رهبری شیعه با مخالفت روبرو شد. در همون مجلس اول شورای ملی که مهمترین مجلس ایران هست، چرا که متمم قانون اساسی رو در مجلس اول شورای ملی نوشتن و اینها مانع نوشته شدن این قوانین عرفی شدن و سایر موضوعی های دوران مشروطه. در نتیجه این رنسانس ایرانی یا این جنبش مهم فرهنگی در انقلاب مشروطه، در دوران مشروطیت، در همون جریان مجلس اول شورای ملی در واقع اگر بخوایم بگیم شکست نخورد، ولی متوقف شد و راکت بود و خواسته های مشروطه خواهان برآورده نشد. اما در دوران رضا شاه در حضور تصدیق کنم که خود رضا شاه و شخصیت های فرهیخته ای که به انتخاب کرده بود و در اطرافش بودن، ایشون موفق شد که یک رنسانس ایرانی رو به وجود بیاره، پدید بیاره، یک جنبش مهم فرهنگی در ایران به وجود بیاره که در واقع آثارش تا به امروز باقیه با تمام تلاش ها و کوشش هایی که حکومت اسلامی در جهت محو این وهم نابود کردن این آثار میکنه، ولی هنوز موفق نشده. ولی بیش از این که من بخوام در رابطه با رنسانس دوران رضا شاهی صحبت کنم و یک مقدار وارد دیتیل بشم به جهت این که بی‌مناسبت نیست، برای اینکه فردا سالروز در گذشت رضا شاه بزرگ هستش، میخوام از آقای جناب مهندس نژاد خواهش کنم که اگر سخنی توضیحاتی دارم لطف کنم بفرمایم، بعد من در ارتباط با رنسانس دوران رضا شاه یه توضیحاتی بدم خدمت بنده. سپاسگزار از شما نازنین گلم.
ضمن اینکه جناب مهندس نازنین میخوان لطف کنن توضیح بدن، من یه سوال از جناب مهندس دارم. جناب نژاد نازنین، اصلا شما تصورشو میکنید که یا فکر میکنید که اصلا یک هنچین موردی، یعنی رنسانس برای ایران الان مورد نیازه؟ یعنی ما دیگه چیز دیگری احتیاج نداریم، یا اینکه این در اولویت قرار داره؟ اینو یه توضیحی بفرمایید و هر گونه که خودتون صلاح میدونید ما رو روشن کنید. حتما جناب باقری ارجمند. آقای باقری، ما برای برون رفت از این بنبست تاریخی که گرفتار شدیم، بله، واقعیت رو باید بپذیریم. سالهاست فعالیت‌های سیاسی به بنبست خورده. درسته. ما میتونیم بگیم اگر شطرنج باز باشیم آچمز شدیم. درسته. بازی‌های جهانی و عملکرد جمهوری اسلامی و ترفندهایی که به کار می‌بنده باعث شده که عملاً ما بازی سیاسی رو به کسانی که ما رو به اینجا کشوندن باختیم. در نتیجه رویکرد صرفاً سیاسی من فکر نمی کنم الان نه ما بضاعت کمی شو داریم نه بضاعت کیفی شو که بتوانیم با این حجم بسیار گسترده و سنگین امکاناتی که در اختیار یک سیستمه مقابله کنیم. اما این به این معنا نیست ما شکست رو پذیرفتیم. ما میدونیم که چشم اسفندیار حکومت جمهوری اسلامی یا هر کسی که در فضای بسته، فضای پر اختناق میخواد در کشور ما مدیریت بکنه مقوله فرهنگی. اگر که آقای باقری گرامی شما امروز از 100 تا ایرانی بپرسید که آیا شما سیاسی هستید، چه درون ایران چه بیرون ایران، احتمالاً 95 نفر به شما خواهند گفت نه. ولی اگر ازشون بپرسید از این 100 نفر که سرنوشت ایران براتون مهمه، فکر کنم از 100 نفر 99 نفر خواهند گفت بله. ما فکر میکنیم که باید برای برون رفت از این بزنگاهی که گرفتارش هستیم مسئله ایران رو خیلی خیلی بالاتر از فقط یک تغییرات سیاسی بدونیم. ما باید مسئله ایران و نجات ایران رو مسئله ملی بکنیم. یعنی اصلا مهم نیست شما سیاسی هستی یا نیستی، اصلا مسئله این نیست. مسئله ماندن یا نماندن یک ملته، مسئله بقا یا عدم بقای یک کشوره و درست ماندن و سرفراز ماندن. ما دچار یک زوال و تباهی اجتماعی در ایران شدیم. جامعه ایرانی بالاترین جمعیت معتاد رو در جهان داره. جامعه ایرانی مسئله داره، مشکل داره با مسئله فحشا، با فرهنگ دروغ، با فساد اقتصادی، با دورویی و چندرویی و چند شخصیتی بودن مردم در محل کارشون، محل زندگیشون، خونه، بیرون، با یه مقداری در حقیقت بی تفاوتی نسبت به سرنوشت خودش و نسل‌های بعدیش. این یعنی به مرور فروپاشی اجتماعی. ما فکر میکنیم مسئله ما فقط جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی یکی از مسائله، ما مسائل بسیار عمده‌ای داریم. درست. اگر الان موج‌های آغازین رو برای رنسانس ایرانی، برای یک نوزایی یا رستاخیز ایرانی ایجاد نکنیم، فردا دیره، چون ممکنه ما رو به یک لبه‌ای برسونه که از اون لبه سقوطمون متاسفانه اجتناب ناپذیر باشه. ولی الان اگر ما امکانات رو به کار بگیریم، نیروهایی رو که بیرون نشستن و ناامید بودن رو متوجه بکنیم، بیاییم مسئله ایران رو بکنیم مسئله بقا، مسئله ملی، نه فقط مسئله سیاسی، آن هنگام ما میتوانیم نیروی اجتماعی رو شکل بدیم که الان وجود نداره. الان واقعش اینکه وجود نداره. ما باید مردم رو متوجه این جریان بکنیم که ما فقط و فقط مسئله من جمهوری اسلامی نیست. ما یکی از مسئله دیگه‌مون که بسیار مهمه تو فضای کنونی اون منطقه در خاورمیانه نگهداشت کشوره، حفظ وحدت ملی است، مهربان کردن مردم با هم دیگه است. مردمی که با هم بسیار نامهربان شدن، ما داره تار و پود عواطف ملیمون اصلا میپاشه. بنابراین من فکر میکنم هیچ هنگامی جناب باقری ارجمند به اندازه امروز ما نیازمند آغاز یک رنسانس ایرانی نیستیم و خوشبختانه یا متاسفانه
این رستاخیز ایرانی یا رنسانس ایرانی دوگمه خاموش روشن کردن نیست مثل کلید چراغ در اتاق. درست. که بتوانیم بگیم این آغاز رنسانس و 10 سال بعد کلید رو بزنیم خاموش کنیم بگیم پایانه. درست. ما امیدواریم بتوانیم موج رو آغاز کنیم که این موج با خودش یه بازنگری داشته باشه برای مردم ما در داشته‌های ذهنیشون، در باورهاشون، در اعتقاداتشون، در حتی فعالیت‌هاشون در حوزه‌های اقتصادی، در حوزه‌های هنری. یعنی نه مانند آنچه که در اروپا انجام شد، ولی موازی با همون جریان، و این باعث بشه جامعه ایرانی در درون دوباره از نو زاده بشه. ما احتیاج به همون تولد دیگری داریم که شجاع‌الدین شفا میگفت. بله بله. و خوشبختانه جناب باقری، ما امکاناتشو داریم. ما ملتی هستیم مانند 7-8 تا ملت دیگری که به عنوان ملل تاریخی شناخته میشن در جهان. ما ملت جعلی و ملت قراردادی نیستیم مثل خیلی از کشورهایی که تو همین 150 سال شکل گرفتن. بله. ما کوله باری داریم که تو کوله پشتی تاریخی ما چیزهای بد هست، چیزهایی هم هست که اتفاقا میتونه همین الان عصای دست ما باشه برای اینکه از این باطلاق بتونیم خودمونو گذر بدیم. برای نمونه من یکی از این بنمایه های اندیشه های ایرانی رو خدمتون میگم، بعد حالا در ادامه بحث اگه فرصت شد میتونیم به بقیه‌اش هم بپردازیم. ما ملتی بودیم که بیش از هر ملت دیگری در طول تاریخ به مقوله خرد پرداختیم. یعنی شما وحشتناک تعداد دفعاتی که واژه خرد در شاهنامه اومده سر به اعداد نجومی میزنه. درسته. شما گاتهای زرتشتی که باز میکنید از آغاز تا پایان از شما میخواد بر اساس خردتون فکر کنید، تصمیم بگیرید و عمل کنید. کاملا. شما کتیبه هایی که در ایران نوشته شده 2400 سال پیش، 2500 سال پیش و کتیبه هایی در دوره ساسانیان نوشته شده، مرتب ستایش خرد رو درش میبینید. یعنی بزرگترین ارزش برای یک انسان، و این مرتب شما در متون کهن پهلوی میبینید. درست. حالا این مقوله خرد چی رو میخواد به ما بگه؟ ما رو کجا میخواد ببره؟ اگر ما خرد رو بکنیم چراغ راهمون، اگر از عقلانیتمون بهره بگیریم، چاشنیش کنیم با یک چتر اخلاقی در کنارش، چون ما منظورمون از عقلانیت یا هوشیاری یا تدبیر رندی و زرنگی آنچنان که برخی ها فکر میکنن نیست، باید با یه چتر اخلاق همراه باشه. بله. در اون صورت اولین اقدامی که شما انجام میدی، شما نمیایید بگید من میگم باید فلان قانون رو بذاریم یا ما در این مورد باید اینجوری عمل بکنیم چون اعتقاد من اینه، چون ایمان من اینو میگه، یا چون کتاب آسمانی من اینو گفته، یا چون ایدئولوژی من اینو میگه. آنچه که برای شما ملاک میشه تکیه بر آن چیزی که به عنوان عقل در وجود ما وجود داره، داشته هامون، دیتای درست، منطق، آنچه که در غربش کامن سنس میگن، آمار، اطلاعات، بر اساس داشته های درست تصمیم درست رو میگیرید که خیر خودتون و خیر همگانی درش باشه. خب این دقیقاً وقتی شما تو این مقوله نگاه میکنید، اولین فاکتور بسیار روشنه که میبینید جدا کردن همه آنچه که در حوزه ایمانی قرار میگیره از حوزه تصمیمات عمومی است. شما برای جامعه که در زندگی میکنید، جامعه میتونه یه روستا باشه، میتونه یه کشور باشه، تصمیم گیری ها بر اساس اینکه ایمان من چی میگه یا قلب من چی میگه نیست، اینکه بر اساس اینکه کتاب آسمانی آقای باقری چیست نیست، اینکه چون خدا گفته یا فلان کشیش گفته یا فلان روحانی محل ما گفته، این دیگه نیست. عقل ما به ما میگه که در این مورد باید چگونه عمل کنیم. این دقیقا خودش میشه فرهنگ سازی برای جدایی دین از مقوله های اجتماعی و تصمیمات کلان در کشور، جدایی دین از قوای سگانه، جدایی دین از آموزش و پرورش، جدایی دین از تعطیلات رسمی، از قوانین کشوری. ما در حقیقت با راهکار ایرانی میخواییم به همون چیزی برسیم که در اروپا با راهکار یونانی رسیدن. این یکی از اون بنمایه های اندیشه ایرانی است که ما بهش اشاره میکنیم. موارد دیگه هم هست که میشود پرداخت. در حقیقت رسیدن به مدرنیته ایرانی با مصالح و مواد اولیه ایرانی است. چه فایده ای داره؟ چرا؟ یک، به خاطر اینکه خواستگاهش در ایران و فرهنگ ایرانی بوده، برای ایرانیان شناخته شده تره،
ملموستره، پیام نیاکانشونه، ارزش‌های ملیشونه، آن چیزیست که ما به عنوان فرهنگ ایران شهری میتونیم اونو قالب بندی کنیم. و دوم، کسی نمیتونه به ما و هممیهنان ما حمله کنه و ما رو غرب زده بنامه، اینها رو تهاجمات فرهنگی بدونه، جامعه ایران جامعه سنتی بدونه که اینها رو نمیپذیرن، جامعه ایلاتی و عشایری بدونه که اینها رو نمیپذیرن. اینها از نیاکانشون اومده، اینا ارزش‌های خودشونه. فقط ما امیدواریم بتوانیم این بذر رو درون جامعه بپاشونیم و این رنسانسی که به نظر من از مدت‌ها پیش به طور خودجوش ولی پراکنده و بدون تئوریزه کردن، بدون مباحث نظریشو مطرح کردن پیش اومده، ما بتونیم ببریم بین مردم. حالا فرض کنید یکی از کارهایی که می‌خوایم بکنیم برای اینکه بتوانیم دیدگاه‌هایی رو در این مورد با مردم در میون بذاریم، گذاشتن کنفرانسی که در آخر آگوست در سان دیگو انجام میشه به میزبانی بنیاد مهرگان. ما میخوام بریم اونجا همین صحبت‌ها رو با مردم بکنیم و از مردم هم پاسخ بگیریم، یعنی گفتگو کنیم، نظراتو بریزیم رو هم، ببینیم راهکارها چیست برای اینکه بتوانیم این موج رو در جامعه منتشر کنیم. از این روز که امیدواریم که هممیهنان مشارکت کنن، تو این برنامه‌ها باشن، در سان دیگو ما رو تنها نذارن، خودشون رو تنها نذارن. تاریخش رو بفرمایید جناب مهندس. تاریخ انجام کنفرانس 29، 30 و 31 آگوست در سان دیگو و ما اونجا خواهیم بود. خانم دکتر ملکی هستن، من هستم، 15-16 نفر دیگه از سخنرانان ارزنده اونجا خواهم بود و میخواهیم گفتگو کنیم، میخواهیم پنل بذاریم، میخواهیم بحثا رو پخته کنیم و واقعا پیامو در جامعه منتشر کنیم. اگر که هممیهنان خواستن همراهی بکنن در این قضیه 29 تا 31 آگوست، میتوانن به وبسایت مهرگان فاندیشن برن، mehregonfoundation.com، و اونجا مشخصاتش هست که چگونه میتونن ثبت نام بکنن. و به هر حال تو این حرکت، این حرکت برای ایرانی هاست، امیدواریم توی جنبش فرهنگی هر کسی بیاد و یه گوشه از کارو بگیره. سپاسگزار از شما، خیلی ممنون. خانم دکتر نازنین، عرضم بزرگتون که همونطوری که قول فرمودین که راجع به همین رنسانسی که به دست رضا شاه بزرگ و واقعا یگانه که به نظر من دهاتی همیشه میگم که خدای ایران، یعنی که کسی که ایران رو از منجلاب نیستی و واقعا لجنی که پادشاهان قاجار و آخوند و روزخون درست کرده بودن نجات داد و سر ما رو آورد بالا از اون و فرزند نازنینش ما رو به عنوان یک ملت واقعا فهمیده و فرهنگ مدار و نمیدونم دیگه از هر لحاظ تاپ ما رو به دنیا معرفی کرد و واقعا خوش درخشیدیم. شما میخواستین در این مورد بفرمایید، من سپاسگزار میشم. گوش میدیم، فقط یه مسئله ای راجع به فرهنگ آخوندی که فرمودین، الان امروز صبح تو اخبار شنیدم که آقای قالیباف گویا شهرداره، ایشون هم به پیرو همون سایر معممین که مجددن فتوا دادن که زنها نباید و مجلس هم تایید کرده زنها نباید در ادارات کار کنن، چون به دلیلی که یک زن و یک مرد در یک اتاق برن کار میکنن این به اسلام لطمه میزنه و شاید فجایع ایجاد کنه و باید زنها برن از ادارات همه بیرون، هر نمیدونم به جای سکرتر و غیره هم همه مردا رو بگیرن. اینو من فقط خواستم یه حاشیه برم اینجا در خدمت شما هم که راجب رنسانس رضا شاه کبیر فرمایشاتون رو بفرمایید. خیلی ممنون از شما و ممنون از مهندس جناب مهندس جاد بابت توتیهای بسیار جالبی که دادن در رابطه با لزوم یک رنسانس ایرانی در ایران. خب بزرگتون بگم که گفتم که در دوران رضا شاه رنسانس رضا شاهی خوشبختانه به ثمر رسید و موضوعی های دوران رضا شاه بسیار زیاده. من فقط در سه موردش یک توضیحاتی میدم که بینندگان گرامی متوجه بشن که جامعه ایرانی اون روز به چه حال روزی بوده و چطور رضا شاه تونسته موفق بشه که یک چنین موضوعی هایی
در ایران یک چنین جنبش فرهنگی رو ایجاد بکنه. بسیار زیبا. حضورتون میگم که همین قانون داشتن شناسنامه و تأسیس اداره ثبت احوال شاید به گوش خیلی آشنا یا خیلی ساده به نظر بیاد، اما ببینید ما در گذشته یعنی تا پیش از رضا شاه ما ایرانی ها شناسنامه نداشتیم. شناسنامه که نداشتیم هیچ نام و فامیل هم نداشتیم، انسان های بی هویت بودیم. سلطنه ها و دوله ها رو با نام القابشون میخوندن، ولی مردم رو برخی اوقات با نام شهر یا اون دوستان و محلی که دنیا آمده بودن میخوندن، یا احیانا با نام شغلی که داشتن اینها رو میخوندن. مثلا یک شخصیت معروف رو من نام ببرم، میرزا قاسم خان تبریزی، که بعد از زمانی که روزنامه سور اسرافیل رو تأسیس کرد به میرزا قاسم خان سور اسرافیل معروف شد. یعنی اول با نام شهرشون میخوندن و بعد با نام این روزنامه که چندی دورم وزیر بودن در دوران رضا شاه. بقیه افراد هم حضورتون هست، اگر مشهدی کربلایی رفتیم در یک پیشبند مشهدی یا کربلایی جلوی نامشون بود. زن ها رو که در کل شوهرانشون با نام پسر بزرگ خانواده میخوند، حالا اگر در کل فرزند زکری در خانواده نبود ضعیف صدا میکردن. بلازم داریم وقتی که داشتن شناسنامه اجباری شد، طبق معمول این دستگاه رهبریش یه که با هر نوع آوری یا نوزایی مخالفه به هایی برا انداختن و فتوا دادن که نوشتن اسم ناموس مرد مسلمان در اوراق دولتی خلاف اسلام و شریعت اسلام هستش. یعنی حالا زن که خودش داخل آدم نیست، ناموس مرد مسلمانه، اسمش هم نباید در اوراق دولتی یا نوشته بشه. ولی یعنی زنان ایران در این دوران انسان‌های درجه دو هم نبودن، در کل انسان‌های بی درجه بودن، چون حتی در آمارگیری ها زنان رو سرشماری نمی کردن، مگه اینکه قحطی می آمد و خب برای تهیه آذوقه، چون زنان هم به هر حال غذا خوراک می خوردن، اون موقع بود که سرشماری می کردن زنان، در غیر این صورت نه. ولی از زمانی که رضا شاه به تخت نشست، تلاش ها و کوشش های ایشون و گفتم دولت مدار فرهیخته‌ای که در اطراف خودش جمع کرده بود برای مقام و منزلت زن و ورود زنان به جامعه شروع شد، آغاز شد، که در گزارشی که وزیر مختار انگلیس در ایران برای دولت مطبوع خودش در اون سالها در سال 1300 هم به طور محرمانه داده و در اسناد وزارت خارجه بریتانیا نموده، در رابطه با تلاش ها و کوشش هایی که در دولت رضا شاهی برای آماده کردن جامعه و ورود زنان به جامعه میکنه توضیح میده، که من یه مختصر این گزارش سفیر انگلیس رو میخونم که ببینید اوضاع ایران چه حاله بوده. سفیر انگلیس با اجازه شما آقا بگم خواهش میکنم، سفیر انگلیس گزارش میده که گردانندگان امور مملکت تلاش برای کسب حقوق زنان میکنن، بنابراین خود زنان یا جامعه نیست که تلاش برای حقوقش میکنه، بلکه گردانندگان امور مملکت هستن. بعد میگه به طوری که زنها که حق نداشتن از یک پیاده رو حرکت با مردان حرکت کنن، حالا از هر کدام از پیاده‌روها که بخواهند استفاده میکنن. برای تا پیش از این زن و مرد هر کدام از یک، یعنی زنهای از یک پیاده و مردان از یک پیاده، که حالا در سال 1300 بر اثر کوشش های دولت رضا شاه هر دو از یک پیاده رو حرکت میکنن، که این در گزارشش داره میگه. و میمیسه حتی همراه مردان خودشان در یک ماشین و درشکه میتوانند سوار شوند. برای قبلا چه افتخاری به خانم ها دادن و یعنی برای خب قبلا نمیشده. نه میگم ببخشید میگم کلمتون شیکر، حتی آفریقایی‌ها هم که سیاه‌پوستام که اینجا بودن اینطوری تبعیض واقع نمی‌شدن براشون که در ایران برای زن‌ها. من خب حالا یعنی اگر زن و مرد در واقع خواهر و برادر بودن، مادر و فرزند بودن، یا اینکه زن و شوهر هم بودن،
نمیتونستم توی ماشین یا توی یک درشک سوار بشم که در این زمان میگه حالا میتونم سوار بشم. یعنی در سال 1307 سه سال بعد از اینکه رضا شاه به تخت نشسته. میدونید آخه خود جامعه هم دیگه آماده پیشو نداشت، خود زن هم حاضر نبود. یعنی اینطور بار 1400 سال جامعه اینجور بار اومده. درست. یکی از بعد از صفویه فقط ادامه میده این سفیر انگلیس و میگه حالا زنان با مردانشان میتوانند در یک رستوران و دور یک میز بنشینند و غذا بخورند. این دیگه یک چیز عجیبی بوده واقعا، چون که ایرج میرزا یک سروده بلندی در اعتراض به جامعه مهسالا و مذهب زده امروز داره که یک بیتش رو من میگم که بی‌مناسبت نیست با این گزارش وزیر مختار انگلیس که میگه زن روبسته را ادراک و هوش نیست، تئاتر و رستوران ناموس خوش نیست. یعنی داره چقدر ناجور بوده ولی به هر حال حالا در دوران شاه این کار انجام شده. ملاحظه کنید که جامعه ایران چه حال روزی داشته و رضا شاه چه انقلاب بزرگ فرهنگی یا نوزایی در جامعه پدید آورده بوده که این زنی که در سال 1307 تازه میتونسته از یک پیاده رو با قدان حرکت کنه در سال 1314 یعنی 7 سال بعد در دانشگاه تهران با مردان سر یک کلاس مینشست و تحصیل میکرد. ملاحظه کنید یا کشف حجاب زنان و ورودشون به جامعه بعد از 1400 سال ورود فعالشون به جامعه که با تمام تلاش ها و کوشش هایی که حکومت اسلامی در طول این 35 سال برای خونه نشون کردن زنها کرده که تلاش کرده که زنها رو پس به خانه ها و پشت دیوار های حرم سرا بفرسته، ولی با این حال هنوز موفق نشده چون فعلا هنوز زنان در همه سطوح جامعه هستن. حتی در همون مجلس شورای اسلامیشون چند تا زن چاقشوری وجود داره که هم نمی نتایج رنسانس یا نوزایی های دوران اجازه شدی هستش. و از نوزایی های بسیار مهم دیگه دوران رضاشا وجود نست کنم که بازسازی وزارت عدلیه بود که هنوز محکمه های ما از بعد از مشروطیت هنوز به محکمه های ما در دست مؤمنین بود و بیشتر از قوانین شرعی استفاده می شد که در یک سال بعد از نشستن رضا شاه به تخت داور که وزیر عدلیه شد در سال 1305 به دستور رضا شاه با حضور دروگانی که در رشته بوق تحصیل کرده بودن قوانین مدنی جدیدی نوشتن که در واقع شاهکاری از قوانین عرفی و موازین فقه اسلام بود. نمیشد به طور کلی عرفی باشه چون خود قانون اساسی مشروطه دست و پاگیر بود. به هر حال بر پایه این قوانین مدنی نوین بود که رضا شاه توانست اون حق امتیاز کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی رو که تمام دول خارجی در عصر قاجار از ایران گرفته بودن که اطباعشون اگر در ایران جرم و جنایتی میکردن دولت ایران حق محاکمه و مجازات و یا دستگیری اونها رو نداشت، اون رو رضا شاه ملغا اعلام کرد. چرا؟ چون حالا دولت ایران قبلاً استدلال میکرد که دارای مجموعه قوانینی هستش که همکنون هر کشور اروپایی هست و اطباع اینها در محکمه های ما از عدالت به خودان هستن و این یکی از خواسته های دلبند صدر مشروطیت بود، چرا که در واقع حاکمیت ملی رو از دولت ایران سلب کرده بودیم حق قضاوت کنسولی. در زمینه بهداشت هم در دوران رضا شاه گام های بزرگی برداشته شد. از سال 1308 مایه پولی در زندانه اجباری شد، یعنی قبلا رایگان برای مردم گذاشته شده بود ولی به حد این سطح فرهنگ جامعه پایین بود که نمی رفتن بزنن و حالا مامورین دولتی به در مناظر مردم می رفتن و این واکسن آبله رو می زدن که بسیاری حلاک می شدن از طرف این بیماری و همچنین مبارزه جدی برای در واقع ریشه‌کن کردن بیماری هایی که به صورت دینی در اومده بود در ایران مثل مالاریا یا عفونت های روده ای مثل حصبه یا تراخم که به صورت جدی به این مبارزه آغاز شد
و در دوران محمد رضا شاه ادامه کرد پیدا کرد و این بیماری ها ریشه‌کن شد. بسیاری از شخصیت های سرشناس ما دچار بیماری مالاریا بودن. خود رضا شاه 3 بار مالاریا گرفته بود، علی دشتی گرفته بود، عارف غزنوی داشت و اصلا بر اثر بیماری آقادت فوت کرد. بهر در سال 1305 اداره سریه تأسیس شد به دستور رضا شاه که بعدا وزارت بهداری نام بود. ما چنین چیزایی اصلا نداشتیم در گذشته. ملازم کنید همینجور از سال 1311 تمام کسانی که تبابت میکردن رو رسمیت و امتحان میدادن و پروانه پزشکی میگرفتن. این مقررات شامل حال دارو فروش هم میشد دیگه، ولی دیگه هر کسی سر خود نمیتونست پزشکی کنه یا دارو بده. و حضورتون از کنم که به دستور رضا شاه در تقریبا تمام مراکز استان ها و شهرستان ها بیمارستان هایی تأسیس شد به رایگان برای مردم، که بزرگترینشون 500 تخت خوابی مشهد و 1000 تخت خوابی تهرانی که با توجه به جمعیت اندک اون روز ایران گرونگرایش این بیمارستان ها بسیار زیاد بوده. و همینجور سازمان های حضورتون از کنم نیکوکاری مثل شیر خورشید سرخ، پرورشگاه ها، بنیادهای حمایت از مادران و کودکان، اینها همه از یادگارهای دوران رنسانس رضاشاهی هسته. من این توضیحات رو دادم که بینندگان عزیز متوجه بشن که اگر رضاشاه توانسته در اون جامعه بسیار عقب مانده و مذهب‌زده عصر قاجاری یک چنین نوآوری هایی بکنه، یک چنین رنسانس ایرانی رو ایجاد بکنه، امروز با توجه به بالا رفتن سطح آگاهی مردم انجام این کار یعنی رنسانس ایرانی شدنی، حتما شدنی. درسته که رضا شاه رضا شاه بوده و کارهای ناشدنی و شدنی میکرده، اما باید توجه داشته باشیم که جامعه اون روز ایران واقعا یعنی جامعه‌ای که رضا شاه از قاجار تحریر گرفت یک جامعه عصر حجری و بسیار بسیار مذهب زده بود، چون که برخی از دولت مردان خود رضا شاه با بعضی از این موضوعی های دوران رضا شاه مخالف بودن. عنوان نمونه مخبر سلطنه هدایت که 12 سال هم نخست وزیر رضا شاه بودن و بسیار از موضوعی های دوران رضا شاه موافق بود، ولی با کشف حجاب زنان مخالف بود و به همین دلیل هم استعفا داد. خودش بعدا در کتاب خاطرات و خطرات این مطلب رو می‌نویسه که به این دلیل استعفا کرده بود. البته دلیل استعفاش به رضا شاه نگفته بود اون زمان، ولی بعدا در کتابش نوشته. و این جالبه که ببینیم که آقای مخبر سلطنه هدایت یا مهدی ولیخان هدایت ایشون در آلمان تحصیلات عالیه کرده بود و در کنار دوشیزگان و زنان آلمانی حضورتون از کنم که در دانشگاه تحصیل کرده بود، ولی با این حال با کشف حجاب زنان مخالف بوده. بنابراین حضورتون از کنم که رضا شاه در واقع ناچار بود که این رنسانس ایرانی رو یا این جنبش فرهنگی رو از بالا در ایران ایجاد کنه و نه از سطح جامعه، چون سطح جامعه حالا حالا ها آمادگیشو نداشت و رضا شاه هم در کارهاش بی امان بود، یعنی در طول 16 سال تمام این خدم این کارها رو کرد. ولی خوشبختانه امروز عصر ارتباطات اینترنت و در کل به خاطر این ظلم و ستمی که حکومت اسلامی به مردم ایران در طول این 35 سال روا داشته، جامعه ایران، مردم ایران به دنبال ریشه هاشون رفتن، به دنبال هویت ملیشون رفتن و همین جهتم از که نوروز رو میرن در تخت جمشید جشن میگیرن. در گذشته چنین چیزی سابقه نداشت. جوانان ما این کارو میکنن امروز خوشبختانه، یا به قلعه بابک میرن، روز بابک دارن. بسیاری از زینت‌آلاتی که از آثار تخت جمشید ساخته شده جوانان ما استفاده میکنن ازش. خب شما آقای باقری نشان فرور بگردنیتون هست و در واقع امیدواریم که این احساسات حتی زودتر به مرحله عمل در بیاد و این رنسانس ایرانی در ایران ایجاد بشه. من دیگه رشته کلام رو میخوام بدم به آقای جناب مهندس نژاد.
بسیار زیبا. جناب مهندس نازنین قربون شکل ماهتون برم، یه سوال دارم از حضورتون. آیا در این مسیری که شما شروع کردید، حالا چه مدتی است، دو ساله یه ساله دقیقا نمیدونم، آیا سنگ هایی هم جلوی پاتون داره میفته؟ یعنی مخالفین الان پرچماشون رو بردن بالا یا نه؟ پرسش خوبه جناب باقری. ما به طور جدی کمتر از یک ساله، شاید 7-8 ماهه که 8-9 ماهه که به طور جدی به این مسائل فکر کردیم و با هم صحبت کردیم که بتوانیم بلکه ایجاد شبکه‌ای بکنیم، این پیام، این ایده رو بتونیم به بخشی از جامعه منتقل کنیم. درسته. طبیعتاً آیه باقری وقتی که سخن نوعی گفته میشه، خب سه تا واکنش محتملاً شکل میگیره. یک واکنش اینه که این سخن رو میپسنده و همراه میشه. واکنش دوم این که فکر میکنه ممکنه این سخن جا رو برای آن چیزی که اون بهش اعتقاد داره یا در پی نشر و گسترشش هست تنگ کنه، در نتیجه موضع میگیره. و سوم اینی که هیچ کدوم از این دوتا نیست، اما به طور خودکار یه بدبینی تو فضای جامعه ایرانی نسبت به هر چیزی که جدیده احساس میشه، برای اینکه از بس جمهوری اسلامی پروژه ایجاد کرده، انقدر با برنامه اومده و مردم رو برای مدت‌ها اغفال کرده، چه درون ایران چه بیرون ایران، و مرتب هم تو این پروژهاش موفق بوده، ممکنه که بترسه بگه که نکنه اینم پروژه است. من فکر میکنم که اگر ما آنچی که داریم میگیم و به دنبال انجامش هستیم و یه بار دیگه یک بازنگری بکنیم، شاید یه مقداری اون حالت دوم یا سوم کمرنگ بشه و اونا که پیام رو میپسندن همراه بشن با این حرکت. و اون اینی که ما به دنبال حصر هیچ کس و هیچ جریانی نیستیم. ما فکر میکنیم نجات ما در گروه کار روی ذهن، اندیشه و روی اخلاق ملی مونه. و برای این منظور لازمه این نیست که ما بریم سراغ بحثایی که در گذشته بوده که بگیم چه چیزی بده، چه چیزهایی بدن، چقدر ما بدبختیم، چقدر ما مشکل داریم، چقدر در ایران گرانی هست، چقدر سرکوب هست، چقدر اختناق هست، چقدر ما مردم ایران عادات بد داریم. اینها گفته شده و الان فقط گفته شدنش بیشتر تخریب انجام میده. ما احتیاج به روحیه داریم، ما احتیاج به انرژی داریم، احتیاج داریم که کنار هم قرار بگیریم. به قول عربگرایان بحثا باید ایجابی باشه، باید مرتب امید رو تو وجود هم و تو کالبد جامعه تزریق کنیم. نیاز داریم از هر آنچه که ما رو به هم نزدیک میکنه بهره بگیریم، برای نزدیک شدن مردم به هم. منظور نزدیکی نزدیک شدن گروه های سیاسی نیست، من اصلا اعتقاد ندارم ما گروه سیاسی داریم که خیلی فراگیر باشه. خیلی ها دلسوزن، کوشش کردن، هنوزم دارن کوشش میکنن، ولی ما باید مردم رو وارد یک فازی از حرکت بکنیم که متاسفانه سالها این فاز، این فضا بهش پرداخته نشده بوده. اگر بپذیریم که ما میخواهیم یک مدرنیته ایرانی رو تو یک فرایندی که بهش میگیم نوزایی ایرانی رقم بزنیم، من فکر نمی کنم اگر کسی دلش برای اون کشور بسوزه، غمش و نگرانیش غم و نگرانی ایران باشه، بخواد موضع‌گیری بکنه. چون ما هیچ چیز عجب و غریبی نمیگیم، فقط اومدیم یک نگاه فکری رو میخوام به جامعه منتقل کنیم و حتی برای خودمون پخته ترش کنیم. بله. که چگونه میتوانیم با بهره‌گیری از میراث ملیمون در درون خودمون یه پوست اندازی داشته باشیم. درسته. این شرکابه ها و این آلودگی های اخلاقی و فرهنگی رو از خودمون بشوریم، از تنمون بشوریم، این ذهن رو بتوانیم قلقلکش بدیم، رو خیلی از چیزهایی که برای ما مسلم بوده یکم مکس کنیم، یه فکر دوباره بکنیم. شاید آنچه که ما فکر میکردیم الزاماً 100% درست نبوده. اگر همینقدر ما بتونیم مردم رو تحت تاثیر قرار بدیم، باور کنید ما یک جنبش فکری گسترده یا در جامعه ایرانی شاهد خواهیم بود. در پیروی صحبت‌های دوست خانم ملکی، من یه مطلبی هم بگم. خیلی جالب، خانم دکتر ملکی اشاره کردن به توسعه فرهنگی، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی که در دوره رضا شاه انجام شد، و دقیقاً مطلب اخلاق مطلبی است که بهش پرداخته شده همیشه.
ولی توی مطالبی که ما در دوره عصر رضا شاهی میگیم، به نظر من رضا شاهی یک فرد نبود، این کارو کرد 100%، همینطور که اشاره شد کسانی اومدن و کمک کردن و این بارو به منزل رسوندن، این بارو به مقصد بردن، اون فضای ایجاد شد که ما بهش میگیم عصر رضا شاهی. مردم و زنان بزرگی اومدن و گوشای از کار گرفتن، رضا شاهی این فضا رو ایجاد کرد. ایشون یکتنه این کارو نمیتونست بکنه، ولی اون فضا رو ایجاد کرد و به آدمهای میهندوست و آدمهایی که میخواستن کار انجام بده فضا داد. حالا ببینید یک اثری که ما میگیم، وقتی میگیم اثر اخلاقی چقدر بزرگ میتونه باشه، آقای باقری چیست؟ کتابی داره آقای جعفر شهری به نام تهران قدیم. این کتابو من توصیه میکنم به هم میهنان، اگر پیدا کردن حتما بخونن، هم خوندنیست هم عکسای جالبی داره. دور تهران در پیش از عصر رضا شاهی خندقی بوده که این خندق از قدیم باقی مونده بوده و در اواخر دوره قاجار دیگه ارزش جنگی نداشته، بلکه مکانی بوده که از غروب آفتاب به بعد انواع فساد و شما اونجا میتونستی شاهد باشی. از کسانی که اونجا میرن و یک کودک بی سرپرست یا یه نوجوان گمراه رو میبردن برای سوء استفاده های جنسی، تا کسانی که اونجا خانم های رو میبردن که خانم ها روسپی بودن، چون این آقایون جا و مکان درست حسابی نداشتن میبردن اونجا، مواد مخدر، جنس های دزدی، یک فاجعه ای بوده تو این خندقی که دور تهران بوده. یکی از اقداماتی که انجام میشه درست بعد از کودتای سوم اسفند، پر کردن این خندق و جمع و جور کردن این اراذل و اوباش بوده. ببینید ما که میگم، به هر حال بخشی از ملت ایران آدم هایی بودن که اینها براشون کار زشت حساب نمیومده، انجام میدادن. ما وارد یک فاز بسیار کوتاهی شدیم که دو دهه هم بیشتر طول نکشید، تو این فاصله کمتر از دو دهه ملت ایران پوست انداخت، ارزش های اخلاقی حاکم شد بر جامعه. مردم ایران در شهریور 20 موقعی که رضا شاه متاسفانه تبعید شد از ایران، مردم 20 سال پیش نبودن، خیلی از اصول برگشته بود به این کشور، مطلب آبرو، مطلب ارزش اخلاقی، مطلب شرافت انسانی تو اون جامعه تعریف شده بود. خیلی مسائل ساده ای که امروز روز ما فکر میکنیم این تو جامعه ما جا افتاده است پس همیشه بوده، نبوده و این یک انقلاب اخلاقی بود. ما فراموش میکنیم، ما همیشه به راهن میپردازیم، به پل و جاده ای که زمان رضا شاه ساخته شد، اونا مهم بود، ولی جمهوری اسلامی هم 4 تا 100 ساخت، 2 تا نیروگاه ساخت، الزاما اینها نیست. اون چیزی که اثری که یک نظام روی اخلاق جامعه میذاره، اون به نظر من ماندگاره و این بود رنسانس یا نوزایی که در عصر رضا شاهی انجام شد و هنوز با این همه تخریب آثارش رو امروز میبینید، در حالی که شما میبینید تاثیر جمهوری اسلامی بر ملت ایران چه تأثیری بود. الان من فکر میکنم همه ما 77 میلیون اقرار میکنیم، اعتراف میکنیم که ما نسبت به مردم 40 سال پیش مردم بهتری نیستیم، این یک واقعیتی است. پس جنبه اخلاق رو فراموش نکنیم و امیدوارم آقای باقری که ما و دوستانی که در رسانه ها صحبت از اخلاق ایرانی میکنیم، دست کم اگر خودمون الگو نیستیم، خودمون طوری عمل نکنیم و طوری سخن نگیم که نمونه بدی باشیم و ما رو به هم نشون بدن و بگن که این بی اخلاقی از کسانی است که دم از کوس ارزش‌های ایرانی و اخلاقی میزنن. ما مجبوریم از خودمون، از فرد خودمون رو آغاز بکنیم برای اینکه بتونیم اینو تسری بدیم به جامعه. اگر بخشی از جامعه همراه بشن، آقای باقری عزیز، مثل یک امریکایی میگن رولینگ استون، مثل یک سنگ غلطانی است که از بالای کوه حرکت میکنه، وقتی به پایین به دامنه کوه میرسه با خودش بهمن میاره. امیدواریم که این جنبش فرهنگی برای اینکه ملت ایران یک رستاخیز ایرانی برسه، رستاخیز به هر دو معناش، این واژه رو من خیلی دوست دارم، هم به معنای بلند شدن برای احیای حق و برای دادخواهی و برای گرفتن حقوقش که ازش گرفته شده، هم به معنای انتزاعی واژه، نه معنای عینیش الزاما، معنای انتزاعیش یعنی برخواستن از نو، بلند شدن به عنوان یک ملت برای احیای آن چیزی که در طول صده ها به مرور درش کم شده، اون آتش زیر خاکستری که امیدواریم شعله‌اش بتونه گرما بخش
پیکر جامعه ایران بشه که مدت هاست این سردی رو داره در خودش احساس میکنه. سپاسگزارم. آخرین سوالم از خانم دکتر نازنین، شما با توجه به پژوهش‌هایی که کردید و اطلاعاتی که دارید و میدونم بسیار بسیارم وسیعه، شما حالا وظیفه ما، یعنی من نوعی، من ایرانی چه در خارج و چه در ایران، وظیفه ما نسبت به این رنسانس چیه؟ چی باید از خودمون نشون بدیم که بگیم ما اینو پذیرا هستیم و چی کار باید بکنیم که به منصه ظهور به حساب برسه؟ خیلی دوست داریم شما آقای باقری، مرسی از این پیشنهادی که کردین. من فکر میکنم که در واقع همین که ما الان در برنامه شما آمدیم و توضیحاتی در رابطه با رنسانس دادیم، یکی از کارهای مثبتی بود که به حال انجام شد توسط شما و شما با دوستان دیگری میتونید در رابطه با رنسانس ایرانی صحبت کنید، خود شما میتونید به ما بپیوندید، همکاری بکنید، میتونیم شما رو در کنفرانس رنسانس ایرانی زیارت کنید، ببینید و خوشحال بشید. شاگرد شما هستم خانم دکتر. شما و خانواده رو و به حال از طریق رسانه بسیار بسیار میشه کارهایی کرد برای آشنا کردن جوانان با جامعه ایرانی در کل با این دستاخیز فرهنگی و بسیار سپاسگزارم از پیشنهادتون و دعوتی که از ما به عمل آوردین. خیلی ممنون. بسیار سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما، از تشریف فرمایی جناب مهندس نژاد نازنین که چقدر علاقه من بودم که شما دوتا عزیز گل رو من در خدمتتون باشم. خیلی به برنامه من منت گذاشتید، برنامه رو واقعا گلبارون کردید، سپاسگزارم. امیدوارم که باز هم در خدمتتون باشم، با نهایت صمیمیت خدمتتون تعظیم میکنم و براتون آرزوی بهترین آرزوها رو دارم. جناب باقری خیلی سپاسگزارم از دعوتتون و خیلی خوشحال شدم که خدمت خانم دکتر ملکی با شما بودیم. بحبه. اگر اجازه بدید من خیلی کوتاه، بسیار خوشحال میشم. میهنان ما اهل وبسایت نیستن، با کامپیوتر خیلی میونه ای ندارن برخی از اونها، من شماره تلفنم بدم که اگر خواستن در کنفرانس شرکت بکنن، شماره تلفنی که میتونن تماس بگیرن و ثبت نام بکنن برای کنفرانس و سان دیگو تشریف بیارن و افتخار بدن که با هم باشیم هست 858 بله 673 بله 7000 7. چقدر سوال. اگر هم اهل وبسایت و کامپیوتر هستن، وبسایت mehregansandiego.com mehregansandiego.com. بسیار بسیار خوشحال شدم و خیلی سپاسگزارم از این برنامه‌ای که در خدمت شما و خانم دکتر ملکی بود. خدمت از بنده است، بسیار سپاسگزار خانم دکتر، سپاسگزارم جناب مهندس گل، سپاسگزارم، بهترین آرزوها رو براتون دارم، سپاس، خدا نگهدار شما. بینندگان ارجمند، دیدید که دو تا میهمان بسیار بسیار ارزشمند و نازنین داشتیم و چقدر مطالب مهم بود. خواهش میکنم که شماره تلفنی که جناب مهندس نژاد دادن برای شرکت در این کنفرانسی که در سان دیگو هست در اواخر همین ماه آگست هستش و شماره 858 این زیپ کد، ببخشید، ایریا کد سان دیگو و تلفن هست 673 7000. خیلی ساده است، 858 سان دیگو رو یادتون باشه، 673 7000. و یادتون نره که فرمودن مهرگان سان دیگو دات کام هم وبسایتشونه، کسانی که میتونن روی کامپیوتر بررسی کنن و به حساب نظاره گهر باشن و برنامه ها رو ببینن که چه ساعتیه، چه روزیه، چه ساعتی کدوم از عزیزان شرکت میکنن. من سعی میکنم 99% حتما برای سخنرانی خانم دکتر برم، جناب شاهین نژاد گلم حتما خواهم دید و سعی میکنم حتی در اونجا اگر بشه با هم یه ناهاری در رستوران زیبای صوفی با هم یا یه شامی در اونجا با هم بخوریم. بهترین آرزوها رو براشون دارم، قربونتون برم. من میدونم که احتمالا شاید که
یه جزئی میدونم سخنان بسیار زیبا بود و دلنشین، ولی اگر یه وقت کسالتی داشته باشین از کارگردان عزیز خواهش میکنم آهنگ زیبایی که به این روزها و با این روزی که فردا و پس فردا هست بخوره اینو با هم گوش میدیم. من بقیه برنامه رو از خدمات بزرگ رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامه خدمتون عرایزی دارم که عرض خواهم کرد. همه رفتن کسی دور و برم نیست، چنین بی‌کس شدن در باورم نیست. اگر این آخر و این عاقبت بود که جز افسوس هوایی در سرم همه رفتن کسی با ما نموندش، کسی خط دل ما رو نخوندش. همه رفتن ولی این دل ما رو همون که فکر نمی کردیم سوزوندش. این روزگار در سرده با ما، یه روز دارو برم ستارتی بود، منو امروز ببین تنهای تنها. خیال کردم که این گوشه کنار
یکی داره هوای کار ما رو، یکی هم این میلیون سوز ما هست، نداره آرزو آزار ما رو. عجب بالا و پایین داره دنیا، عجب این روزگار در سرد ما، یه روز دارو برم ستارک بود، منو امروز ببین تنهای تنها، تنهای تنها، تنهای بسیار آهنگ زیبا بود. سپاسگزار از کارگردان با واقعا آهنگ بسیار زیبایی که انتخاب کرده بودن برای این روزا بسیار خوب بود و ضمن از دو تا خانم دکتر و جناب آقای مهندس بسیار سپاسگزارم که لطف کردن در برنامه رو رونق دادن. ما طبق معمول همیشه اگه یادتون باشه از کتاب شورش 57 میخوندم، امروز فرصت نبود و خیالم نداشتم بخونم، ولی با اینکه امروز میدونید سومه مرداد 2573 شاهنشاهی برابر با 25 جولای 2014 ترسایی است، ولی من میخوام که روز 5 مرداد رو برای شما از همین کتاب شورش 57 در آینه مطبوعات جلد دوم هدیه جناب قلی‌پور رو خدمتون بخونم. در 5 مرداد روزنامه کیهان در تهران انتشار داد که محمد رضا شاه پهلوی امروز در سن 60 سالگی در بیمارستان نظامی معادی در شهر قاهره به ابدیت پیوست. انور سادات رئیس جمهور مصر با کراوات سیاه در رادیو تلویزیون این کشور حضور یافت و با اعلام 7 روز عزای عمومی درگذشت. پادشاه ایران را ببخشید 7 روز عزای عمومی درگذشت پادشاه ایران را به اطلاع عموم رساند. انور سادات از مردم مصر به خاطر حمایت از او در پناه دادن به شاه ایران تشکر کرد و این اقدام را یکی از پر افتخارترین وقایع دوران زندگی خود نامید. قرار است مراسم تشییع جنازه پادشاه ایران با شکوه تمام و رسما تحت ریاست انور سادات در قاهره انجام پذیرد. این براتون خوندم دیگه چیز جالبی نیست دیگه، بعدن روز دوشنبه اون وقایع بعدی رو میخونم. فقط یادتون باشه در اون اول برنامه من همیشه تصاویری که نشون میدم مینویسم که انور سادات تنها دولت مرد در جهان، بقیه واقعا ببخشید معذرت میخوام نباید حرف بیادبی امروز زد، همشون نامرد بودن. اینقدر علازت به تمام به اکثر اینها چه محبتی کردن و چقدر همشون واقعا مدیون شاهنشاه ایران بودن، ولی در روزی که نیاز داشت هیچ کس واقعا دستشون رو نگرفت، ولی این مرد بزرگ جونش رو در این راه گذاشت، یعنی کشتنش فقط به خاطر اینکه پادشاه ایران رو پناه داد. عرضم بزرگتون که من یه گوشه ای رو براتون میخونم. خیلی خدمات رضا شاه رو دارم ولی بسیار بسیار زیاده، فکر میکنم که به فرصت امروزمون نرسه. اجازه بدید یه مسئله جالبی رو بگم. میگن که این مسائلی است که در مورد رضا شاه میگن، یه مقدار میخوام که زیاد جنبه چیزم نداشته باشه رسمیه. میگه رضا شاه تصمیم گرفت بانک ملی را تأسیس کند برای بازاری ها، که من همیشه میگم بازاری های شریک دزد و رفیق قافله، همیشه در بزنگاه تاریخ بازاری ها نامردی کردن، پولشون رو دادن به آخوند. برای بازاری ها پیغام فرستاد که از بانک ملی اوراق قرضه بخرن، یعنی پول بیان بدن اوراق قرضه بخرن مثل یه وام، یعنی یه چیز، و بهشونم بهره بدن.
هیچ کدام از تجار بازار حاضر به این کار نشد. وقتی خبر به خانم فخرالدوله مالکی بسیار ثروتمند و خواهر مظفرالدین شاه و مادر مرحوم دکتر امینی رسید، به رضا شاه پیغام فرستاد که مگر من مردم که میخواهی از بازار پول قرض کنی؟ بازاریا برین همتون زیر همون چادر فلسطینیا. من حاضرم در بانک ملی سرمایه گذاری کنم و به این ترتیب بانک ملی با پول خانم فخرالدوله تأسیس شد. یکی از قوانینی که در زمان رضا شاه تصویب شد قانون روزهای تعطیلی مغازه‌ها و ادارات بود. به این ترتیب هر کس به خواست خود و بدون دلیل موجهی نمیتوانست مغازه‌اش را ببندد. اون مطالب بانک تموم شد. حالا این یه مقدمه بود برای یه مطلب بسیار زیبا که براتون میخونم. میگه روزی رضا شاه با اتومبیلش از خیابانی میگذشت که متوجه شد مغازه‌ای بسته است. ناراحت شد و دستور داد که صاحب آن مغازه را پیدا کنن و نزد او بیاورن. کاشف به عمل آمد که صاحب مغازه یک عرق فروش ارمنی است. آن مرد را نزد رضا شاه آوردن. شاه پرسید من تلفن دارم یه لحظه، این یه 30 ثانیه دیگه تموم میشه. آن مرد را نزد رضا شاه آوردن. شاه پرسید چرا مغازه‌ات را بسته ای؟ مرد ارمنی جواب داد قربانت گردم، امروز روز قتل مسلم ابن عقیل است و من فکر کردم صلاح نیست در این روز عرق بفروشم. شاه دستور تحقیق داد و دیدن که حق با عرق فروش ارمنی است. آن وقت رضا شاه عرق فروش را مرخص کرد و رو به همراهانش کرد و گفت در این مملکت یک مرد واقعی داریم، آن هم خانم فخرالدوله است، و یک مسلمان واقعی داریم، آن هم قاراپت ارمنی است. به خطا جواب میدیم. خط یک در خدمتتون هستم، بفرمایید. خواهش میکنم. جناب باقری سویتون بخیر. درود به شما. برنامه امروزتون رو من دیدم، حقیقتا خواستم که به این دو نازنین تبریک بگم. چقدر واقعا طرز تفکرشون عقلانی و علمی و جامعه سازه. حقیقتا لذت بردم. بسیار بسیار این آیدیا خوبه و امیدوارم حقیقتا این فرهنگ، اخلاق و انسانیت دو مرتبه در ایران ما شکوفا بشه. با صحبت این عزیزان، با قیام این عزیزان حقیقتا شکوفا بشه و این جهل و نادانی بره. و بسیار بسیار از این آقای مهندس و این خانم دکتر محترم، من صحبتاشون رو گوش دادم و حقیقتا بسیار جامع و چی میگم که هر چیزی باید مطابق علم و عقل باشه. صحبتهای اینا مطابق علم و عقل بود و ما همه باید همطور که فرمودن توجه بکنن و بپیوندن به سازندگی و اخلاقیت و انسانیت. من بابا همیتون نمیشم. سپاسگزارم. درود دارم برای خلیه و مدیریت این تلویزیون و شما عزیز. سپاسگزارم از بزرگواری شما. خوشحالم که بینندگان به این واقعا فرهیختگی دارم. بسیار بسیار سپاسگزار و ممنون شما هستم. عرضم به حضورتون که روز بجان چقدر دیگه من فرصت دارم؟ 5 دقیقه فرصت دارم. اینو اجازه بدید براتون یه مطلب دیگه بخونم. میگه صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دیگر مادر گیتی چطور فرزند بزاید. هر ایرانی به این سردار بزرگ تاریخ ایران بدهکار است که فردا روز درگذشتشه و پس فردا روز درگذشت پسر بزرگوار و نازنینشه، شاهنشاه آریامه. میگه رضا شاه در 24 اسفند 1256 در شهر سوادکوه متولد شد و 29 اسفند 1299 به قدرت رسید. برخی معتقدن رضا شاه با کمک انگلیسی ها به قدرت رسید، اما چه با قدرت انگلیس
چه با قدرت انگلیس به قدرت رسیده باشد یا نرسیده باشد، رضا شاه بزرگ هیچ کاری به نفع انگلیس انجام نداد و سرانجام به بهانه کمک به هیتلر به یک تهمت بود تبعید شد. در زمانی که رضا شاه به قدرت رسید، ایران رسما تکه تکه شده بود و شیخ خزعل در جنوب به تحریک انگلیس و در شمال یاغیان جنگل به تحریک روسیه دست به شورش برداشتن و حکومت‌های محلی مستقل تشکیل داده بودند. مثل الان که 35-6 استان داریم و هر کدومش دست یا آخونشی پیشوه و خدا میدونه که چه دارن میدوزدن و میبرن و میخورن. گفتنیست رضا شاه مایل به ایجاد پادشاهی نبود و اول میخواست جمهوری تأسیس کند و اما آخوندهای مانند کاشانی با تحریک جامعه مانع این کار شدند. من مقاله بسیار قشنگه ولی کارگردان عزیزمون اینطوری کردن که یعنی دیگه بلند شو تعطیل کن قضیه رو، منم تعطیل میکنم. خیلی دلم میخواست که خیلی خط تلفن دارم پره که با عزیزان صحبت کنم، حالا میرم بیرون در خدمتتون هستم، ولی سپاسگزارم از اینکه برنامه امروز رو شاهد بودید و نظراتتون رو حتما به تلویزیون بگید و من حتما سعی خواهم کرد از خانم دکتر ملکی و جناب مهندس شاهین نژاد حتما خواهش کردم که مجدد خواهش خواهم کرد که مجددن باز برنامه ما رو رونق ببخشن و ما رو در این به حساب گام بسیار بسیار بزرگی که در راه ایران و فرهنگ ایران برداشته خواهد شد کمک کنه. حضورتون که طبق معمول برنامه که میگیم که به یاد دوران پرشکوه گذشته، دوران پهلوی ها و به امید رهایی ایران در آتیه بسیار نزدیک، من آخرین کلام رضا فاضلی که میگفت که آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم، من همه شما را به اهورامزدای ایران میسپارم. ایران زنده و جاوید است تا زمانی که ایرانی به ایران فکر کند نه به عرب ها. خدا یارو نگهدارشون. یه فرار